بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، یا بنت محمد، یا قرة عین الرسول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیحتن عند الله اشفعی لنا عند الله. خاطر بینندگان عزیزمون مستحضره که چند جلسه است درباره شرح خطبه بانوی دو عالم خطاب به زنانی از مهاجرین و انصار که به احوال پرسیشون آمده بودند ما مطالبی رو عرض کردیم و خیلی خلاصه بگم که زنان برای عیادت آمده بودند و اولین سوالی هم که از حضرت کردند این بود که حالتون چطور هست؟ حضرت به جای پاسخ به این سوال به بیان وضعیت کلی جامعه اسلامی بعد از پیغمبر اکرم پرداختند و تمام دلگیری ها و تمام قصه ها و اندوه های خودشون رو در این ارتباط برای این زنان بیان کردند که آنان بروند به مردان خیشتن بگویند. خطبه شکوایی بیشتر نیست، 10 دقیقه یک ربع صحبت کردند با اون حال نزاری که داشتند و در آستانه مرگ قرار گرفته بودند، ولی آنچه که بیرون ریختند در و گوهر بود، بلکه گرانبهاتر از در و گوهر بود، بیان کننده بسیاری از امور بود که ما در حد وقتمون و در حد توانایی خودمون نسبت به بعضی فقرات این خطبه عجیب سخن گفتیم و به اینجا رسیدیم که حضرت در ضمن آیاتی از قرآن کریم که استدلال کرده و استشهاد بهش کرده بودند به این آیه رسیدند. این آیه را حضرت به تعبیری از سوره رعد انتخاب کرده بودند و ان تعجب فعجب قولهم، سوره رعد شماره 5. اگر تعجب میخوای بکنی پس از گفته اون مردمان تعجب بکن. این آیه که عرض کردم این تیکش مورد استشهاد قرار گرفته، کل آیه اینه و ان تعجب فعجب قولهم اذا کنا ترابا انا لفی خلق جدید اولئک الذین کفروا بربهم و اولئک الاغلال فی اعناقهم و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. تعجب میکنند، تعجب میکنی، گفتار اونها مایه شگفتی بیشتره. چی میگفتن مردمانی که منکر قیامت بودند؟ آن زمانی که ما مردیم، آن زمانی که ما خاک شدیم و به خاک تبدیل شدیم بدن ما، آیا خدای متعال دو مرتبه این بدن رو در این خلقت تازهی در خواهد آورد؟ شگفتی، اظهار شگفتی میکردن که این امر امکان پذیر نیست. قرآن کریم به اونها اینجور جواب میداد از سوی خدای متعال: اولئک الذین کفروا بربهم، اینان کسانی هستند که به پروردگارشون کافر شدند. اولئک لهم اغلال فی اعناقهم، آنان کسانی هستند که در قیامت بعد از خاتمه محاسبه و بازپرسی قلها در گردنهاشون قرار خواهد گرفت. اولئک اصحاب النار، یاران آتشند، هم فیها خالدون. آنانی که در خدا شک کردند در قدرت خدای متعال شک کردند. حالا این بحث آیه با اون بحث حضرت صدیقه سلام الله علیه با هم دیگه چه نسبتی می داشته؟ میتوان این نسبت رو برقرار کرد که کافران اظهار شگفتی میکردند که مگر ممکنه
بدن ما بعد از خاک شدن مجدداً زنده شود و خلقت نوعی به خودش بگیره، این قول قول اونهاست و اظهار شگفتی اونهاست. حالا هم اظهار شگفتی حضرت زهرا از قول مردانی که با پیغمبر همراهی کرده بودند، هم عهد شده بودند که امیرالمؤمنین را به عنوان ولیت الله بپذیرند و او را یاریش بکنند. این مطلب رو پذیرفته بودند و با امیرالمؤمنین در روز قدیر بیعت کرده بودند. شگفت آورتر از این قول کافران قول این مردمانه که با آن که می دانستند پیغمبر اکرم از سوی خودش این کار رو نکرده، مگر پیغمبر می تواند خودش خودسرانه دست به کاری بزنه که با هستی و کیان اسلام سر و کار داشته باشه؟ مطمئنا نبوده این قضیه. پیغمبر این امر را از سوی خدای متعال انجام داده، خدا به او فرمان داده است و پیغمبر هم مطیع فرمان خدا بوده و این فرمان رو اطاعتش کرده. حالا چطور شد این مردمانی که این مطلب از پیغمبر پذیرفتند به عنوان اینکه و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیغمبر از سوی هوای نفس سخن نمیگوید، آنچه به او وحی میشود برای مردمان میگوید. پس برنامه نسب مولانا امیرالمؤمنین هم همین طور بوده، نسب از سوی خدای متعال هست. اون وقت اینها این مطلب رو پذیرفته بودند، ولی بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت یه داستانهای مسخره درست شد و خیمه شبازی های عجیب غریبی تشکیل شد که عده‌ای که از قبل و شاید قبل از داستان قدیر اینها طراحی ها کرده بودند، نقشه ها کشیده بودند که بعد از پیغمبر اکرم جای پیامبر رو تصاحب کنند. اینجا مال دیگری است، خدا به این مطلب شهادت داده که اون مال دیگری است و جای کسی دیگر هست. اینا بر جای او بنشینند بدون آنکه ذره‌ای در این میان حق داشته باشند. این کار رو کردن، البته نقشه رو کشیدن، توطئه رو هم به اجرا گذاشتند. چه زمانی هم به اجرا گذاشتند؟ زمانی که پیکر مطهر پیغمبر هر روز بر روی زمین هست، در اون لحظه در اون زمان پیغمبر رو رها کردن و رفتن دنبال مطامع دنیویه خودشون، دنبال برنامه تکه زدن بر جای پیغمبر اکرم. این داستان داستان بسیار تأثرباری است که قلب هر انسان آزاده و عادلی رو به درد میاره. یعنی چجور نقش ریزی کردن؟ نقش ریزی کردن، تنها این کار رو انجام ندن، نقش ریزی دیگر هم کردن که آنچه که خدای متعال توسط پیغمبر اکرم و حضرت صدیقه سلام الله علیها بخشیده بودند و آت زلقربا حقهو، بنابر آیه قرآن پیغمبر باید حق این زلقربا را میداد، که چهار نفر از بزرگان اهل سنت و جماعت و از جمله امام احمد حنبل این مطلب رو عنوان کرده و این اعتراف را کرده است که دعا رسول الله فاطمه و اعطاها فدکا، پیغمبر فاطمه را صدا کرد و فدک را به فرمان خدا به او بخشید. کار دیگری که اینا انجام دادن این بود، عواید فدک را که چیزی در حد 80,000 دینار طلا بود سالانه، خواستن از خانواده امیرالمؤمنین بگیرن که اینا پول نداشته باشن. چرا نداشته باشن؟ برای که مردمان آنچنان ایمان در دلشون راسخ نشده، جز در دل یک گده محدودی. اینها دیدن اگر اینا پول داشته باشن مردمان به طمع پول سراغشون خواهند آمد. پس در نقشه‌ای که طراحی کرده بودن این بود که دست خانواده پیغمبر رو از پول کوتاه بکنیم، لذا بدون کمترین حقی، بدون آنکه کمترین اجازه‌ای در میان داشته باشن، اینها بعد از فوت پیغمبر اکرم فرستادند و عامل فاطمه زهرا را از فدک بیرونش کردند. تمام این نقشه ها پیاده شد. حضرت علی مشغول بدن پیغمبر هست، تجهیز میکنه بدن پیغمبر رو. اینا مشغول خلیفه تراشی هستند.
این برنامه پیاده شد این گونه. حالا حضرت زهرا سلام الله علیها به این زنان میفرماید که این زنان بروند و به شوهران خیشتن بگویند این سخنها را، که چقدر شگفت‌آور این قضیه که شما همتون، همه شما بدون استثنا، همتون با امیرالمؤمنین بیعت کردید، بیعتتون رو هم امری خدایی میدونستید. آخه چطور شد امیرالمؤمنین وقتی پیغمبر از دنیا میره شخصیتش دیگرگونه میشه، یه چیز دیگری میشه، یا همون علی است؟ چطور شد شما به خودتون اجازه دادید که برید و این برنامه ها رو پیاده کنید و اسلام را به روزی بنشانید که الان شاهدش هستیم که 15 میلیون یهودی در دنیا دارن خواب راحت رو بر 1,500,000,000 مسلمان حرام میکنن و کردن. از همونجا برنامه شروع شده، از همونجا آغاز شد. حضرت زهرا سلام الله علیها در قسمت‌های پیشین این خطبه بیان فرمودند اگر علی را بر مسند حکم قرار میدادید نتیجه کارتون چی میشد؟ یک دنیای آباد، یک دنیای سرفراز، یک دنیای پر از نعمت، پر از لذت، پر از آرامش. آخرتتون هم به دنبال تبعیت از امیرالمؤمنین اونم آباد میشد. هر دو آباد شده بود. ولی شما چه کردید؟ مردان شما چه کردند؟ مردان شما در دامی گرفتار شدند که نام این دام، دام دنیا پرستی بود. دنیا را پسندیدند، انتخابش کردند و بعد در واقع هم دنیا و هم آخرت را به کناری نهادند، چون ازشون هر دو رو گرفتند. و علی ابن ابی طالب تنها ماند برای آنکه نگویند که اینان حقی نداشتند، برای اینکه این قضیه بر زبانها نیفتد. به دنبال این ماجرا، یعنی وقتی ماجرای سقیفه انجام شد و داستان فدک انجام شد، به دنبال این ماجرا دختر پیغمبر شبانگاهان به همراه امیرالمؤمنین حرکت میکرد، در خانه ها میرفت، در خانه ها رو میزد. آه پیغمبر اکرم چقدر بفرماید فاطمه تو بزعتون منی، من آغاها فقط آغانی و من آغانی فقط آغالله، فاطمه پاره تن من است، هر آن کس فاطمه را بیازارد مرا آزرده و هر کس که مرا بیازارد خدای را آزرده است. چند بار پیغمبر فرموده باشه؟ کتاب های زیادی از اهل سنت و جماعت این جمله از پیغمبر نقلش کردن، اما با کمال شگفتی، با کمال تعجب میبینیم که این بانوی که شبانگاه در خانه مردمان میرود و به حسب ظاهر از آنان یاری و کمک میطلبد، جواب این بانو را چه میدهند؟ چه صحبتهای مسخره‌ای که چرا زودتر نیامدید؟ ما رفتیم بیعت کردیم. آری شما بیعت کرده بودید، بیعت شما در قدیر با علی ابن ابی طالب بود دیگه، بیعت بعدی چه معنا داره؟ نیندیشیدید ما که بیعت با علی کردیم دیگه، حالا برای چی باید بیایم بیعت بکنیم؟ نه، دنیا شما رو فریب داد. سیم و زر دنیا که نثار شد برای آن که این برنامه پیاده شود، شما را گولتون زد، یا ترس از جانتان که شما را بکشند، که این کار را میکردن البته. اون شما را چه کردش؟ این بیم شما را مانع شد که برای یاری حق مطلق که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام باشد، برای حق مطلق بر پای نخیزید، برای یاری و او قیام نکنید. نتیجه آن شود که شد، که شد. و در این میان امیرالمؤمنین تنها میماند، نه آن که چیزی از علی کم شده باشه، والله العلی العظیم، که حضرت امیر همان گونه که خودش میفرماید این منصبی که نامش خلافت است، این منصب را از نظر ارزشی
در حد آب بینی بز میداند، در همین حد میداند. برای علی چه قیمتی داره؟ اگر علی از این منصب و مقام چی میخواست ببره؟ چیزی بر حیثیات او، بر شؤونات او اضافه میشد؟ مطمئناً چنین نبود. او خلافت چیزی که حضرت علی بخواد بهش افتخار بکنه. این مردمان بودند که از ثمره و نتیجه حکم فرمایی امیرالمؤمنین بهره مند میشدند، همطور که عرض کردیم دنیاشون روندی پیدا میکرد مطلوب برای استفاده از دنیا و نعمتهای دنیا. خدا اونها رو شایسته میدید و به اونها میداد. وجود علی در مسند حکومتی برای مردم نعمت بود قطعا و یقینا. میداد و در رهسپاری دنبال امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هم اونها آخرتشون رو هم میبردند، آخرت هم از آنان میشد. لذا این تعجب داره، قول کافران تعجب داره که وقتی ما تبدیل به خاک شدیم آیا ما مجدداً زنده خواهیم شد؟ از این تعجب آورتر سخن زنان و مردانی است که با علی همراهی نکردند، به این عنوان گفتند ما قبلا بیعت کردیم. ای کاش زودتر می آمدید. همین جمله را هم راست می گفتند و دروغ می گفتند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Hey, 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 hey.